آشنایی با بلوک های Complex to Magnitude and Angle Complex to Real and Imagine Magnitude Angle to Complex و Real Imagine to Complex در این قسمت از آموزش چهار بلوک که ما قصد توضیح اونها را داریم در رابطه با اعداد مختلف و کاربرد اونها در نوار ابزار سیمولینک هستند این چهار بلوک را من فراخانی میکنم و علاوه بلوک کانستند و یک خروجی دیسپلی به پنجره آنتایتل هم برمیگردم از بلوک کانستنت و دیسپلی کپی میگیرم تا خروجی ها رو نمایش بدم و همچنین ورودی ها رو اولین بلوک که قصد توضیح اون رو دارم بلوک Real Imagine to Complex به این صورته که ما دو ورودی رو به این بلوک معرفی میکنیم که یکی از این ورودی ها دهنده مقدار Real یا حقیقی عدد مختلفیه که در خروجی ما دریافت میکنیم و یکی دیگه مقدار یکی دیگر از ورودی ها مقدار مهمی اون رو مشخص میکنه کاری که در حقیقت این بلوک برای ما انجام میده یک عدد مختلط رو در نهایت به ما نشون میده که دو ورودی اون رو ما تعیین میکنیم که یعنی در حقیقت قسمت حقیقه و قسمت ایمجین اون رو ما مشخص میکنیم میتونیم در اینجا یکی از پارامترهای ریال یا ایمجین رو انتخاب بکنیم که خروجی ما فقط به صورت حقیقی یا فقط به صورت ایمجین مهمی باشه اگر اپلای بکنم بدین شکل ظاهر میشه در صورت که imagine رو من انتخاب بکنم ریل پارتش رو هم باید مشخص بکنم در اینجا که در اینجا عدد صفر رو به صورت پیش فرض در نظر گرفته اگر ریل در نظر بگیرم imagine پارتش رو باید به صورت مجزا در اینجا مشخص بکنم که به صورت پیش فرض در اینجا همون عدد صفر رو در نظر گرفته اگر که من در اینجا برای کانستنت ع برابر 5 رو انتخاب کنم و کانستنت 2 عدد 3 رو انتخاب کنم پس از اینکه ران میگیرم چیزی که در خروجی من نمایش میده عدد 5 و علاوه 3 i هست. همچنین میتونم با استفاده از بلوک magnitude and angle to complex مقدار و زاویه یک عدد مختلط رو مشخص بکنم همطور که میدونین مقدار زاویه برابر است با تانژانت اینورس B به A اگر که ما عدد مختلط رو به صورت A به علاوه آی بی در نظر بگیریم مقدار زاویه این عدد مختلط برابر میشه با تانژانت اینورس B به آی. من در اینجا فرم کلی رو یاد داشت میکنم A به علاوه IB برابر با Z که نمایش عدد مختلطه در اینجا من میتونم مقدار در حقیقت قدر مطلق A2 به علاوه B2 رو مشخص کنم. مثلا عدد 16 رو انتخاب میکنم و زاویه. زاویه که در اینجا ما باید برای عدد مختلف تعریف بکنیم این زاویه باید بر حسب رادیان باشه. یعنی چیزی که به عنوان ورودی در این بلوک وارد میشه بر حسب رادیانه. اگر که ما بخوایم بر حسب درجه اون رو در نظر بگیریم باید ضرب در 180 به پی بکنیم اما اگر بخوایم بر حسب رادیان اون رو در نظر بگیریم ضرب در پی به 180 میکنیم زاویه ای که بر حسب درجه داریم در اینجا من میخوام یک زاویه رو به صورت رادیان تعریف کنم مثلا قصد دارم زاویه 30 درجه رو برای اون در نظر بگیرم همتا که میدونین زاویه 30 درجه ضرب در پی تقسیم بر 180 میکنم میشه تقریبا پنجا و دو بدین صورت زمانی که ران میگیرم عدد مختلط رو در اینجا برای من تعریف میکنه که به چه صورتی هست اگر که من برای بلوک مگنیت در انگل تو کامپلکس دبل کلیک بکنم در اینجا ما میتونیم اینپوتمون رو مشخص بکنیم که فقط مقادیر رو دریافت بکنه و زاویه رو در اینجا بهش وارد بکنیم فقط زاویه رو دریافت کنه مقدار رو در اینجا بهش وارد کنیم یا هر دار رو دریافت کنه به صورت یک پورت خروجی اپروکسیمیشن متد در حقیقت روش تخمین زنی اون هست که ما هیچ گونه روش برای اون در حالت نان روش حالت عادی رو برای اون تعریف میکنیم اگر که به صورت کوردیک باشه در حقیقت یک روش عددیه کوردیک یک روش عددیه که پس از تعداد ایتریشن هایی که ما برای اون در نظر میگیریم که اصطلاحا به اون روش قطبی هم گفته میشه ما در اینجا تعداد ایتریشن ها یا تعداد انجام عملیات رو برای اون مشخص میکنیم که چه تعدادی باشه یعنی اینکه مثلا من میتونم در اینجا 25 رو انتخاب کنم و پس از 25 بار حل به روش کوردیک یا قطبی عدد مختلط من رو نمایش میده که باز هم به همون حالت میشه بلوک بعدی که در اینجا داریم ما یک ورودی دریافت میکنه و در ازای اون دو خروجی به ما میده در حقیقت ورودی که برای اون به این بلوک وارد میشه به صورت یک عدد مختلطه و خروجی اون دو عدد ریل و ایمجینه یعنی قسمت ماهومی و قسمت حقیقی اون رو برای ما جدا میکنه و در نهایت به ما اون عدد رو نمایش میده مثلا در اینجا من عدد 8 به علاوه 12 آی رو در نظر می گیرم سپس ران می گیرم ریل اون یا قسمت حقیقی اون برابر با 8 و قسمت ایمجین اون برابر با 12 ما میتونیم در اینجا هر کدوم از پارامترها رو به صورت مجزا هم دریافت بکنیم و نمایش بدیم یک بلوک دیگه ای که در اینجا داریم که در حقیقت عکس بلوک مگنیتو در انگل تو کامپلکس رو برای ما انجام میده بدین صورتی که ما یک عدد مختلط رو به اون وارد میکنیم به عنوان ورودی و در خروجی مقدار این بلوک رو دریافت میکنیم به علاوه زاویه ای که این عدد مختلط ایجاد میکنه رو دریافت میکنیم مثلا در اینجا من ورودی اون رو به صورت 8 به علاوه 19 آی در نظر میگیرم پس از اینکه ران میگیرم نکته ای که قابل توجهه اینه که زاویه‌ای که در اینجا به ما نمایش میده بر حسب رادیانه و مقدار عددی اون رو هم در اینجا به من نمایش میده ما میتونیم در اینجا مقدار خود عدد مختلف رو فقط دریافت بکنیم یا فقط مقدار زاویه یا هر دو رو میتونیم تعیین بکنیم که کدوم یکی رو دریافت کنیم و در خروجی به ما نمایش بده